روند توضیح پاسپورت در کابل آغاز شد اشمت غنی با جمهور فراری دیدار کرد یک در نهر لشکری نیمروز غرق شد معامله شرم آور رهبران شمال با طالبان با آمدن فصل گرما جنگ های شدید آغاز خواهد شد خبری که باید در آخر تماشایش کنید با یاد خدا به از دیگر این چینل خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید توضیح پاسپورت در کابل آغاز شد ریاست عمومی پاسپورت از آغاز روند توضیح پاسپورت در کابل خبر داده و گفته است که روزانه برای ده ها نفر پاسپورت توضیح خواهد شد شفیع الله تسل آمر مطبوعات اداری پاسپورت دولت طالبان دوشنبه 23 هود گفته برای کسانی که 6 تا 8 ماه گذشته فرم آنلاین پاسپورت را پر کرده بودند جدول زمانی آماده شده و آنان تا این جدول می توانند به ریاست پاسپورت مراجعه کنند آقای تسل افزوده است که در حال حاضر تنها به کس پاسپورت داده می شود که پیش از این فرم درخواست پاسپورت را به گونه آنلاین پر کردند و با ختم این روند توضیح پاسپورت به تمام شهروندان کابل آغاز خواهد شد. او از متقاضیان پاسپورت خواسته است که بر اساس جدول زمانی که از سوی ریاست عمومی پاسپورت تعیین شده مراجعه کرده و کارهایشان را پیش ببرند. این در حال است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست سال گذشته میلادی صدور پاسپورت در کشور متوقف شد و به تاریخ 15 اکتبر روند توضیح آن در کابل از سر گرفته شد. با این وصف، به دلیل شمار بی نهایت زیاد متقاضیان ریاست پاسپورت به تاریخ 15 نومبر اعلام کرد که به دلیل مشکلات فنی و از کار افتادن برخی وسایل به ویژه دستگاه های بایومتری پاسپورت در کابل تا اطلاع بعدی متوقف شده است اشمدغنی با رئیس جمهوری فروری دیدار کرد اشمد غنی برادر اشرفغنی احمدزی رهیس جمهور فروری دیدار و درباری بازگشت او به با کشور گفتگو کرده است بر بنیاد گزارشها اشمدغنی زای برای بازگشت اشرفغنی رئیس جمهور فروری به کابل تلاش می کند اشرفغنی در حال حاضر در امارات متحده عربی به سر می برد و تا اکنون جزئیات در خصوص این دیدار منتشر نشده است قبلا نیز اشمدغنی زای گفته بود که زمینی بازگشت برادرش به با افغانستان را فراهم می وی گفته بود که اگر بازگشت اشرفغنی مؤثریت داشته باشد او حاضر به بازگشت است به با گفته او اشرفغنی علاقه به بازگشت به عرصه سیاست ندارد بلکه می خواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد اشمد غنی در حال برای برگشت اشرفغنی تلاش می کند که او تقریبا هفت ماه پیش از افغانستان گریخت و قدرت را به طالبان تسلیم کرد یک تن در نهر لشکری نیمروز غرق شد. مسئولان محلی در ولایت نیمروز می گویند که یک جوان پس از غرق شدن در نهر لشکری این ولایت جان باخت. حبیب الله الهام سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ نیمروز بر روزنامه هشت صبح گفت که پیش از چاشت روز یک شنبه بیست دو نفر به نام های ملا امین حق و ملا اسمت الله در منطقه باغ وش کانال نهر لشکری در مرکز این ولایت غرق شدند که یکی از آنان جان باخت. به گفته الهام این دو تن توسط نیروهای محلی از آب بیرون کشیده شدند و برای مداوا به شفاخانه انتقال یافتند اما ملا امین الحق در مسیر انتقال به شفاخانه جان باخت گفتنی است که روز شنبه 21 هود نیست یک تن در آب کانال نهر لشکری غرق شد و جانش را از دست داد ادامه واکنش ها به سخنان فاطمه گیلونی به مرور زمان چهره های زشت ماملگران، لابیگران و وطن فروشان آشکار می شود. فاطمه گیلانی از و عیت مذاکره کنده جمهوریت روز گذشته در مجموعه دیبلیماسی آنتالیای ترکیه گفت که زنان افغان بدون هیچ گونه دیدی تبعیزی و نجادی می خواهند حکومت کنونی افغانستان بر رسمیت شناخته شود. سخنان بونگیلونی و های گسترده به همراه داشته است. شمار او و خانواده متهم به خیانت در افغانستان کرده و برخی هم گفتند که گیلونی ها جاسوس های پاکستانن. در ادامه این واکنش ها فرام از فروتن خبرنگار می گوید که لایق و نزدیکی گیلونی ها از دیر زمان به پاکستان روشن بوده و است. با فروتن نگاشته است که این خانواده سالها به خاطر عمق استراتژیک که پاکستان به افغانستان خیانت کردند. او و گیلانیها ها در زمان کرزای و غنی به سمت بلند رسیدن. دانه ای را در افغانستان می خورن و تخمش را در پاکستان می دادن. عارف رحمانی نماینده پیشین مردم غزنی در واکنش به گفته های فاطمه گیلانی می گوید که این خانواده مشکوک نیست. خیلی واضح و آشکاره است که نسلا نسل شریک غالب قدرت ها در کابل و در خدمت دزگاه های استخباراتی انگلیس و پاکستان می باشن. معامله رهبران شمال با طالبان سند افغانستان انترنشنل چیره های سیاسی خواستار رهایی زخایر بانک مرکزی افغانستان شدند بر بنیاد نامه که به دست افغانستان انترنشنل رسیده برخ مقامات پیشین و سیاست مداران افغان از رای جمهور امریکا خواستند زخایر ارزی این افغانستان را آزاد کنند زیرا از نظر آنها بانک مرکزی مستقل از طالبان فعالیت کرده و این ذخایر برای کمک به اقتصاد کشور استفاده می امضا کنندگان اصلی این نامه فاطمه گیلانی رئیس پیشین سرمیاش و سلطان برکت رئیس مرکز مطالعات منازعه و امور بشر در قطر است که رابطه تنگاتنگی با طالبان و حکومت قطر دارد. نامهای سلام رحیمی، رئیس دفتر پیشین شفغنی، محمد عالم ازدیار معاون پیشین مشان جرگه، حبیبت سرابی وزیر پیشین امور زنان، نادر نادری رئیس پیشین کمیسود اصلاحات اداری، عبدالقهار عابد رئیس دفتر دکتر عبدالله عبدالله جاوید رئیس دفتر پیشین حامد کرزی شاگل رضایی نماینده سابق پارلمان ادریس زمان سرپرست پیشین وزارت خارجه و شمار دیگر به عنوان تایید کنندگان این نامه دیده می شود بسیاری این نامه را که تا اکنون تایید نشده آیا به جو بایدن فرستاده شده است یا نه تلاش برای تقویت طالبان میدانند به نقل از فیسبوک احمد سیدی با عرض سلام با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا طوری که دیده می شود جبهات مختلف از گوشه و کنار افغانستان آمادگی مقابله و جنگ را علی طالبان اعلان کردند. با گذشت هفت ماه از تسلط طالبان بر کابل این گروه نتوانستن میان مردم افغانستان اعتماد ملی و همدلی را به وجود آورند گفته می شد که طالبان طی 20 سال گذشته تحقیل کردند اما تغییر نکردن این اعمال و رفتارشان قابل قبول مردم نیست این دفتار و حرکات طالبان را مردم تحمل کردن نمیتوانند عملکرد هفت مای گروه طالبان مردم را مجبور ساخت تا یک بار دیگر اسلحه بگیرند و در میدان جنگ تعیین سر نمش کنند گرچه تا هنوز این جبهات میان خود طوری که دیده می شود هماهنگی و تفاهم ندارند ولی با مرور زمان این جبهات تقویت خواهد شد و هماهنگی هم صورت خواهد گرفت گرچه تا هنوز ظاهرا هیچ کشور حاضر نشده است تا این جبهات را به خاطر سرکوب طالبان پشتیبانی تسهیلاتی و کمک های مالی و مادی خود را اعلان کرده باشند اما تجربه نشان داده است زمان جنگ آغاز شود بالاخره حمایت گران داخلی و خارجی مخصوصا بخش های استخباراتی پیدا خواهد شد ای کاش طالبان از خود کامگی می گذشتند و به ملت افغانستان رجوع می کردند تا حد اقل حکومتشان در سطح ملی و بین المللی بر رسمیت شناخته می شد و مردم افغانستان احساس میکردند که حکومت مربوط به تمام ملت افغانستان است نه از یک قوم و نه از یک زبان ولی بدبختانه با ادامه این وضعیت در بهار پیشرو خونهای زیاد ریخته خواهد شد و جنگهای زیاد دوام خواهد کرد و باز یک بار دیگر سرنوشت ملت افغانستان را جنگ تعیین خواهد کرد نسل و برادری و انسانیت و محبت